5-6 سال از کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران میگذره. سازمانهای اطلاعاتی امریکا و بریتانیا تا یه سی سال گذشته اسنادی منتشر کردند و بر اساس آن میگویند که در اون کودتا نقش موثری داشتند. ولی مهمان من که در این شهر زیبای سوئیس بونترول زندگی میکنه میگوید که سازمانهای اطلاعاتی راست نمیگویند. اون چه در 28 مرداد اتفاق افتاد از نظر مهمان من یک قیام ملی بود نه کودتا. خود را میفریبد یا شواهد و اسنادی دارد که دیگران ندارند عدشیر زاهدی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید آقای زاهدی چرا شما فکر میکنید که همه سازمان‌های اطلاعاتی امریکا، بریتانیا، وزیر خارجه پیشین آمریکا سیاست ریز و درشت امریکا و بریتانیا و کشورهای غربی همه اینها در مورد نقش دو کشور بریتانیا و امریکا در کودت های بیسترش مرداد اشتباه میکنند و دروغ میگن و شما راست میگن این اولا کودتا نیست رستاخیز ایران اولا قبل از هر چیز از شما تشکر کنم که زحمت کشید تا اینجا آمدین و دیگر اینکه همچه روز گرمی که هر دومون در حال عوض کردن هستیم مزاحمتی نداشته باشه ولی بریم سر جواب شما ارشاد که چه امریکا چه انگلیس خودشون خودشون رو کنتردیکت کردن فراموش نفرمایید که نه متضاد работ... زدن <crime> بله با... با... که گفته بود من آمدم از بی بی سی این چیز برای علا حضرت گفتویم سر ساعت بی بی سی برنامه هم دارید اینجا هم من دارم تکسیب کرد که اصلا در اون وقت شما برنامه نداشتید برای ایران بنابراین اگه یک کسی آمد یه حرفی زد من هیچ حرفی نداشتم که هر دوی این افرادی که میخوان این حرفا رو بزنن بیان برن در محکمه یا مداری دومی که هیچ مدرکی ندارن متاسفانه ما عادت کردیم که هر چیزی که میخوایم بگیم و یواش یواش گاهی اوقات اینا یک چیزی پرسیدنتی میشه که مردم از روش میگیرن همینطور که الان لندن کتاب منو دروغ دارن چیزی دیگه از ایران درست کرد خانم آلبرایت وارد نبود جوابشم نصف صفحه در نیویورک تایمز دادم که نه بریفش کرد اینها برای سیاست روز و برای منافع خودشون آقای ولز رئیس سی آی ای به, به،, به کتاب من هست به بی بی سی گفته که اگر ایرانیا دوست دارن به حساب ما بذارن چرا ما بخواد قبول نکنیم پس این اسناد و مدارکی که منتشر شد یا تاز منتشر شرکت اصلا مدارک خود سازمان کدوم اگر سازمان چطور بیرون نداد میگه آتیش زدم خب مدارک اصلی کتاب به این کلوفتیست است تمام مذاکرات اعلی حضرت یا در لندن آقای نماینده اچسون یا اچسون یا مگی همه تو این هست لوی هندر تریافایتس که اینا با خودشون کردن در اون زمان با تمام این احوال بذارید خیلی روشن بهتون بگم یکی از چیزهایی که ما قاطی میکنیم اینه مسلما انگلیس فرانسه آلمان روس امریکا به یک کشور متمدن تاریخی علاقه مندن برای خاطر اینکه این کشور از لحاظ سوغل چه در گذشته چه در حال و چه در آینده اثر داره بنانا یک کشوری که مردمانی هستند تاریخی روی این اصل مسلما روی منافعشون هر کاری لازم باشه میکنن هیچ ایرادی هم بهشون نیست اگر اون روز جنگ سرد بین امریکا و هر که روسیه هست هر دو برای منافع خودشون سعی میکنند که اون که لازم بکن همینطور که اگر روسیه موفق شده بود یعنی شوروی ایران رو می گرفت بلایی که سر شود که آقای بنش آمد سر دکتر مصدق می و همینطور که اگر اونجا رو گرفته بود عراق و افغانستان رو دست انداخته بود و رو وضع نفعی که داشت و روز نفتی که داشت و روی سوغلجشی که داشت شاید کمونیست اصلا از بین نمیرفت چون اون روز قرب آمادگی نداشت در چیز دیدیم در هنگری ولی ببخشید آقای زاده بیشتر تئوریه یعنی بیشتر صحبت هایی که ممکن بود یک اتفاقاتی می و ممکن بود نمی ولی اون چیزی که بحث شده در مورد افتاده. در 28 مرداد با. و افرادی که خودشون دست داشتن براو. از خود سازمان سیایه گرفته تا اسامیشون اص هست همه اینا شوست یکی شوست. شوست. آقای یه غیر از که در که... بدبختی ایرانی ها و آمدن خمینی و مردم وقت نداشتن بدبخت ها زندگیشون این چاپ شده از اون هزار کتاب دارید میگید بسیار خوب کسانی دیگه هم نوشتن آقای دایوش بایندور نوشته آقای ارشاد که دکتر فارسی به انگلیسی کتاب اینقدر من براتون دارم آقای امیر تاهیری نوشته با تمام مدارک چطور شما همش به او تکیه میکنید یا به فلان عضوی که همون آقای ویرمه که میرید این چون از بیسی میخواستند میخواستن بیروش کن. چرا اون روز منتشر نکردن ولی اگه مدرک ندارید تاریخ من به همین دلیل زحمت کشیدم الان چندین سال کتابم منتشر شده حتما یا خوندید یا نخوندید علاقمند بودید یا نبودید یا اهمیت ولی این کتاب برای من زحمت و خرج زیاد داشت همه درآمدش هم میره برای خرج ولی برای اینکه مدارک باشه عین مدارک از انگلیس از امریکا همینا دارم توشم هم هست اما اگه میخواد شما به یک شما به من چرا آقای زاهدی بایستی سازمان CIA یا ماموران سازمان سیایه و اسناد مدارکی که منتشر شده با. چرا باید دروغ بگه پنج روز بحرانی من خونده بعد از 20 سال عوضش کرده شاه هم مرده میگه من گیوه پام کردم فلان رفتم پلوشا میگه شست هزار دلار خرش کردم انقلاب انداختم انقلاب ایران در اون زمان رو اگر با شست هزار این توهی نیست که به شاه رو دیده ولی کی یه روز قبلش اما شاه از خودش نیست که جواب بده آخه ببینید شما سؤال من از من این بود که چرا چرا باید این کارو بکنن چه نفعی داشته نفعشون نیست که اون وقت آمدن یک مملکتی رو شما این انقلاب و این رسقاسیز 28 مرداد رو مردم درست کردن میدونید چرا؟ چون مردم بعد از اینکه میخواید یه خود عقب برم با اجازتون وقت دارید شما برید از 1948 در موقع بعد از تیر خوردن شما بعد جریان ملی شدن نفت پیش آمدن بعد ارشاد که ترور مرحوم رزمار آدمی بود بس مصدق با من فامیل مصدق سلطنه ارشاد که تو کتاب مفرس. این آدم زندان بود پدر من این از زندان در آورد شاه در امریکا 1949 به من فرمودن که اینا رو بابات دارد. یک اقلیتی درست شد این اقلیت روی وطن پرستی آمدن تو مجلس و برای ملی, ملی شدن صحب. یک نفر نکرده شاه اون امضا کرده مصدقش کرده آقایون هایرزاده و آقایون مکی آقای بقایی بودن این افراد بودند اینها کلم در واقع ستون هایی بودند برای این پیشرفت آمدن تونستن یک دولتی رو عوض بکنن اولا به شما بگم اگه بابای من نفت خوزستان نگرفته بود نفتی نبود که ما ملیش کنیم ولی نمیخوام چیز شخصی باش قاطی اینها آمدن شاه هم پشتشون بود تو تمام این مدارک میبینید که شاه حتی وقتی بهش پیشنهاد میکنن در مشکلات میگه دست من میتونید بزنید ولی من امضا نمیکنم حالا وطن پرست بود یا نبود تاریخ قضاوت میکنه ایراد داشت جناج هممون ایراد داشتیم و داریم بعد این جریان آمده به وضعی کشیده حریمنی آمده با خود من آمدم میبینید اینها آمدن ایران بانک بین الملل آورده هر چی آقای مصدق اینی که بتونه از اون کتابی است مثل آقای دکتر موحد نوشته یا اشاید که آقای پرویز مینا میگن یا که تو نفت بودم که وارد نیستم یا کسان دیگه هست کتابار رو خود دید نمیخوام وقت تو بنابراین مل، نفت ملی ایران رو شما میبینید بین انگلیس آقای مکی تو کتابش که ما اگر مال ایران رو قبول کنیم مجبوریم ما رو عربستان سعودی هم قبول کنیم تمام پس حق ما حق ما بوده چون مکزیک داشت آمده به یه جایی رسید که میتونست مصدق سلطنه اگه موضوع رو حل میکرد در گاندی در خاورمیانه میشد به نظر. این آدم اطرافیانش اون مصدق سلطنه اول از روزی که آمد با اون که رفت نبود اول چیکار کرد از روزی که آمد حکومت نظامی درست کرد یواش یواش شروع کرد اینایی که عرض میکنم کتاب خودش از دونه دونه اینایی که طرفدارش بودن بهشون توهین کرد کرار گذاشت بعد راضی نشد خلاف قانون با گفتار خود همکاراشون آمد رفراندوم بسیار خوب آقای تموم نمیذارم خوش. تا یه آمد قانون یک طرف میدون رو برای رفراندوم ها ورداشت برای مخالفا گذاشت یک طرف دیگر برای موافقی باز هم قانع نشد آمد مجلس سنا رو بست مجلس شورای ملی رو بست داد، چیز دادگستری رو بست اسمش حالا یادم رفته هر که بگید شو تمام غذایی هر که بار بالاتری اونها رو بس بنابراین در یک موقعیت وضع اقتصادی مردم خراب بود در این جریان افرادی مثل آیت الله عزما بروجردی اینا نفوذ داشتن دارن خواهند داشت میخواید ضد مهدوی می باشیم میخوایم با. آقای کاشانی اینها باعث شدن همون مصدق سلطنی که کاشانی مردم رو آورد تو خیابون براش و اون قوام سلطنه رو تکون دادن از بین بردن و همون فرمانی که شاه دو بار مصدق سلطنه رو فرمان نخص وزیریش میده و برمیداره یا هر نخص وزیری دیگه پدرم یا رزمارا یا شاید که ساعد یا غیر با اون مردم روزی که بعد آمد دروغ گفت یک کسی که فرمان عزلش آوردن به همکاران خودش اینی که عرض کنم از کتاب همکارانش من اونجا نبودم من فراری بودم من میدونم آمد اینها رو ارشاد که ازشون دروغ گفت فردا گفت کودتاست همه رو زندانی کرد 600 نفر نظامی و سیویل زنداناتون بودن در نتیجه مردم داره داره. شما این به حال برداشت شما نحوهی که داره شما داریم میگین و آزام. کسانی باره. که نقل قولتون هم بیشتر از کسانی که به صلاح طرفدار نظریه شما هستند. از اون طرف هم طرفدارا آقای مصدق نظر کاملا متفاوتی دارن نسبت به برخورد دربار به تمام روند ملی شدن و کارشکنی هایی که در جلو راه آقای مصدق به حال این صحبت ها, ها. حالا من سوال من سوال من اینه شما میگین که شاه بر اساس حقوق قانونی قانون اساسیش یک فرمانی صادر کرده و این فرمان ازل مصدق و برگماری پدر شما بروید درسته؟ اگر که این یک کار کاملا قانونیه بله. چرا باعث اینو به وسیله نصیری و برای بازداشت تیمسار ریاهی که فرمانده بله. نیروی انتظامی بود و طرفدار مصدق بره و بعدش هم که این فرمان رو میده میخواد آقای مصدق رو بازداشت بکنه اگه قانونیه که چه لزومی داره این شیوه میلیتاری ساده. انجام بده خیلی هم صحیح سر خیلی هم قشنگ این آوردید فکر منو بازتر کرد اولا دو تا مطلب باید عقاتی کنیم یکی این که آیا در این جریان خارجی ها دست داشتن یا یعنی با نظر به شاه میدادن یا نه اون رو مطمئنا درسته قبل از این جریان دیگر این که آیا شاه حق داشته او رو از کنه یا نه هزار در هزار و صد در صد درسته چون نه مجلس داشتیم قانون اساسی اینی که به شما عرض کردم کودتا نیست چون کودتا اگر در هر دیکشنری نگاه کنید بر علیه یک دولت قانونی کودتا میکنه ما اینو یاد گرفتیم شیکمی حرف میزنیم همان هم به شهادت کردیم هر کسی میخواد اما اگر که این حق رو این شاه داشته حق داشته اونه من چرا این مرد مجبور شده توسط رئیس گاردش بفرست حالا با گاردش با چی با یه ماشین رفت و یه کامیون اونور آقای چیز که دوست من بود آقای سرهنگ ممتاز تانکش در شار را بوده در تانک از تمام شهربانی گرفته تا حکومت نظامی شما حق نداشتید بیاید بیرون وقتی من میخواستم برم دیدن آیت الله بروجی در اون زمان مثل دوزا باید میرفتم یا کاشانی در اونجا بنابراین یک پیشبینی کچه چرا؟ چون اون وقت توده ها قدرت داشتن اگر به کتاب خود مصدق شاید من همش خودم ولی اطراف توده ها اون وقت بود اینها چون این بوده پیش شده اگر مصدق سلطنه شرافتمندانه میرفت در هیئت دولتش اولا اول قبول کرده بعد زیرش زده و اون رسیده نمیداد رسید داده که فران بعد میگه کتاب هندرسون توی چیز مال وزارت خارجه مذاکرات هندرسون مصدق متاسفانه همه چیز خودش از دست داد تمام دوستان خودش رو از دست داد پایه های خودش دست داد کاشانی ها و ارشاد آیت الله عزبا شهرستانی از ارشاد که از عراق پیغام به شاه فرستاد در نتیجه خودش بود و گاردش اونام که میدونی جزئیات به هر حال این برحال این توجیه شما در مورد که و بعد نظریات دیگه هم احترام بسیار داد. بسیار خوب, بسیار خوب. حالا یک سوال دیگه که مطرح من یک نقل قولی میکنم از کتاب خاطرات خودتون بسیار و اون اینه که اون خاطرات شما... که در دروغ کشف پخش کردن یا خاطرات صحیح بنده ارداشه فرزند طوفان مخاطرات من نیست بعد نه خاطراتی که خاطرات هر این چی فا... از... اینجا هست آنی خاطرات کتابتون با زادی. تمام عکسایی که همینجا دارم میبینم من نوشتم بعد به هر از شما تمام اینا با شما صحبت شده و بار کدوم بال خانم پیرنیا رو بله ها بل... اون بل... از روندی خانم از چیزای اما اون که من نوشتم بله همون رو بفرمایید به هر حال فرهنگ که شما قبول دارید که خانواده و فامیل خودتون مسلما با شما صحبت کردن متامل که اعتراض می‌کنه اجازه بدید من یه قسمتی از اینو بخونم تابستان سال 1339، پدر خسته و افسرده از ناملایمات و ناسپاسه های روزگاری به زودی از کارهای سفارت کنارگیری کرده و به جنوب فرانسه رود و در آن دیار است که در نزد دوست دیرینه خود، حسین دوها که پس از کنارگیری از استانداری از ایران به دیدارش آمده است، راز بزرگی را فاش می کند. ظاهری به او میگوید باید رازی را برای شما افشا کنم و اون اینکه پس از احراز موفقیت در 28 مرداد لوی هندرسون سفیر کبیر امریکا نزد من آمده تبریک گفت و اظهار داشت که وی حامل پیام مشترکی از سوی دولت امریکا و انگلیس است و اون پیام این است که چنانچه میل دارید از محمد شاه برای بازگشت به ایران دعوت نکنید و خود شما می توانید رژیم سلطنتی را عوض کنید و در رأس جمهوری قرار گیرید مسئله این است که دولت انگلستان به محمد رضا شاه اعتماد ندارد و مایل به بازگشت او به سلطنت نیست زاهدی ادامه داد خدا میداند آن شب تا صبح نخوابیدم و فکر میکردم که چنان چه بنا شود من رئیس جمهور شوم مسلما محمد رضا و خواهر شیطانش مرا راحت نخواهند گذاشت باید از یک سو با شاه و خواهر و دوستانش دست و پنجه نرم کنم و از سوی دیگر با میلیون و عوامل چپ در بیافتم چه بسا امکان داشت سرلشکر دیگری برخیزد بخواد بر علیه من اقدام کند بهتر است با خود شاه که امروز کمال احترام و اعتماد را به من دارد بسازم و او سلطنت کند و من حکومت سال من شب. اینه که اگر که دولت های آمریکا و بریتانیا دست نداشتن در این چرا باید یه همچن پیامی بفرستن؟ اولا که شما بخشت عرض که خیلی بخشت باز رفتید رو اون حرفای شکنی که میگم امثال روزولتو یا انگلیس شما ها میزنید. این کتاب من نیست و کتاب من نبوده اولا شما الان قبول عرض کردم ده. به اونها احترام دارم ولی عرض نکردم این چیز کتابی که من نوشتم اگه اما در این قسمت آقای کینژاد به من نامه نوشته بعد از برگ پدرم بعد از انقلاب در کتابی آقای یا همایون که نوشته شده چون من در اختیارشون یا دکتر اسکری ولی بذارید اینو بهتون عرض کنم در کتابم اولا این حرفه در اون وقت آقای هندرسونی نبوده که بخواد به زاهدی بره شما در اینجا میگید این خانوم نوشته از مدرکی میگه دها ده براش احترام قائلم دها یا په هر کس هست و آمده اونجا روی دلسوزی یه چیز از قرارت آیا مدارکی که دست سواک اون وقت افتاده و به اینها چاپ کردن کتابشم اینجا هست نامه هایی که پدر من از منزل من بردن به من نوشته آیا در این نامه ها به من نوشته خوش نسبت به شاه خدمت بکن که من قهر کردم نرم یا گفته که پدر من اولا صحبتی از رئیس جمهوری معذرت میخوام اینه تو دهنا انداختن موقعی که تو کابینه آقای نقل اگر می اعتماد شما نوشتن این یک کتاب اینطوری درست شده کتابی که من نوشتم صفحه صفحه زیرش امضا کردم بعدم خواستی یکم به تقدیم کنم فرانسه هم در آمده بسیارو. بسلر شد اما راجع به یعنی نه پس شما کتابی که خانم پیر قبول نداری همه چیزایی که نوشته قبول ندارم چیزشم هم نخوندم شرا کتاب در اومده چیز شما جون نکردید برای اینکه که بر چی بکنم من اگر قرار بشه تصیب بکنم 1099 تا همین از اولش اگر آقای روزولت اون رو نوشته بود موقعی بود که تکس... تکسیب که اما یه چیزی رو اشتباه نکنم شت... هیاتی آه... هست تو کتاب منم نوشته شد. اینه که میخوام ازتون استدعا کنم همیشه رو شکمی قضاوت نکن خیلی ممنونم معذرت بس. میخوام بس. ولی ببخشید اینطور صریح دارم من نقل قول از کتابی م... کردم با... که با... با... مورد م... ات... ام... م... م... اعتماد شما من, م... کتاب خودم ب... 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 آمدن یه چیزایی دیدن اون چیزها رو از تو دیدن نه بهشون خیلی هم ممنونشون هستم زحمت هم کشتن خیلی هم زیبا درستش کن هم این درآمد من لندن بود اما راجب پادشاهی عقیدم بوده عقیده مصدق سلطنه بوده عقیده قوام سلطنه بوده عقیده فضل الله زاهدی بوده شاید اون دیگه من نمیدون این افراد که به شاه خدمت گذار بودند مصدق سلطنه خدمت گذار بود من نمیخوام برو تو این بش کرده باشم مردیس اگر نبود لیدری نمیشد اگر گمراه شد هممون اشتباه میکنیم اشتباه با خیانت فرق میکنه ممکنه اشتباه عملی بشه که دیر باشه خیانت ولی به هر اشتباه همه قابل احترام این افراد اینکلودینگ بنده وزیر خارجش نوکرش وفادارش تا روزی هم که شستمش رو به خاکش کردم شاهم، پادشاه شاهن، هنوز هم بهش عشق داشتم و دارم این افراد به شاه میگفتن اعلی حضرت این پیغام پدر من تو کتاب من شما اگر که هر چیزی که خارجی میخوام می براشون انجام بدید و خودتون سپر برا بکنید در نتیجه روزت که نتونید اون را انجام بدید دشمنتون میشه بذارین ماها بیایم میبریم به همین دلیل هم سر قضیه بحرین و کنترورسیه یه میگم خیانت کردم یاد ونگ پول گفتم یاد راجع بحرین هم به باز از کردم اجازه بدید من در مقابل مجلس فقیری باشم شما نمیتونید حق ندارید این کارو بکنید همینطور راجبه انقلاب دانشگاه که علازاد در خارج این دوتا رو قاطی نکنید بسید. شاه باید حکومت میکرد, با. با. با سلطنت میکرد. با. باید سلطنت میکرد با. باید سلطنت میکرد با. افراد و دولت ها خلاص. بیانو برد حالا ایزه بدین حالا بحثی برو به به همینجا کلم شما کشوندین سر مسئله سلطنت کرده شاه پس حکومت میکرد و این حکومتش در دوران بعد از 28 مرداد به مراتب شدیدتر شد و امکانات رو از دست این در واقع وزرا بی خاصیت بودن به جز دوره به جز ای که شما وزیر خارجه بودین که بعضی ها معتقدن که زمان شما یک اختیاراتی داشتید ولی بقیه هیچ وزرا نداشتن حرفی که منتقدان شاه دارن میزنن خب شما به نظر میرسه نه. شیفتگی بینهایت شما به شاه شخص شاه که همین الان هم نشون دادید مانع شده که برخلاف که شما نظر شما هم همین بوده دیگه توش بهشون میکردین ولی انگار اینا رو نمیدیدین تمام این اچهافاتی که در مملکت میشد نمیدیدین چرا خیلی اقدام میخوام بازم تو کتابم هست چه کار کردیم برای؟ که تا اگر من نمیدیدم وادار نمیکم حیدت دولت تشکیل بشه شاه در ارشد که اینجا در سن موریسه. تلفن از رئیس سواک بیارم اون شهربانی و تمام اونها رو شبانه محسلینی که گرفته بودن سر اتوبوسرانی رانی عرض میکنم و خانومش زن شاه که حامله بود بهش بگم و به مادرش که این کسانی که از فرآباد میان تو از میان از تهران پارستون چقدر بعد خرج کنن شما میگم یادت برد. یا نه مال مال اتوبوس دانشگاه که خون را میافتاد در همین جریانی که علا حضرت وقتی نمیخوام استفا میگذاشتم تو جیبش باید فرداش میرفتیم پاکستان اینا مفصل نمیخوام مردم برد مرد. اما بله امثال من اینجا خودم رو نمیخوام تبرئه کنم به شاه و مملکت خیانت کردیم اگر شرافت داشتیم اگر قدرت داشتیم عوضی که حالا بگیم رفتیم بهش گفتیم اون روز بهش میگفت عوض اینکه اون روز استعفا کنیم برای اینکه این پشت این میز نشسته باشیم به او خیانت کردیم به مملکت خیار کردیم مردم رو بدبخت کردیم ازا من استعفا کردم زن من در یه جا گفته کتاب آقای دکتر میلانی منعکس شده که بارها استعفا کرده بود از روزی که رفتم به امریکا و غیره نمیخوام منم منم کنم ولی استعفا کردم آقایون وزرایی که از 18 سال و 16 سال وزیر بودن از یه جا به یه جای دیگه اونها خیانت کردن اون نخس وزیری که شما همه رو خیانت کار میدونه آقای دولت به غیر از بغیر از, بغیر از خودش خودش هم میگم خودم, خودم خائنم نقش خودش شاه چی بود خود شاه وقتی شما یه شما بادکنکی شاه که قانون اساسی بلد بود میدونید قانون اساسی میدونید که با سلطنت بود اگر افراد ها آمدن اینقدر ما همه بشریم من اگر زیاد مثلا مخصوصی مسلما هر کسی من آ محمد خان رو دا دوست داشتم از بچگی ولی اینکه سر میبرد کسی که بهش دروغ که چشمش در میاد حالا میگن وحشی هستم بله باشه ولی آدم از چاپلوسی بدبخت میشه اینها به چاپلوسی دوست وقتی میخواد بیاد خونت از در وارد نمیشه از پنجره میاد اینا با چاپلوسی اون مرد رو نابودش کردن مریضش کردن. چقدر باید قدرت داشت اون رو باید خودش جواب بده من نیستم اینها کینه. اینها که همه خودمم همه خودم هم بسیار. می بسیار دولت اگر ببین خودمون گول نزنیم این منم منم ها رو می‌ذاریم کنار من بارها گفتم از ایران آمدن با هم مسابقه کردن به اونا گفتم من هم جزوشورم. از باکی ندارم اگر بد نکرده بودیم این بدبختی که امروز با شروع هستیم رو, رو نبودیم چرا خودمون گول میزنیم ببینیم دردمون چیه بریم دردمون رو درست کنیم به کردم قربان خیلی خیلی تنگه آمد. این آخرم در مورد روابط ایران و امریکاست که خیلی بحث شده تا این سالها و الان که آقای اوباما هم قبل از روی کار اومدنش و بعدش صحبت از این میکنه که بایستی صحبت کرد با ایران بی و شرط حالا البته وقایع بعد از انتخابات ممکنه تاثیر بذاره در این مسئله ولی اصولا نظر شما برای رابطه ایران و آمریکا چیه سراحة. در شرایط فعلی این مرد معتقدم میتونه شما با جنگ مخالفم بودم خواهم با بمب ایران چه ایرانش چه اسرائیلش چه انگلستانش غیر مخالفم شما یک مده اردام بدبخت بیچاره سه سال پیشم اینجا به ویس آف گفتم مردم بدبخت از این شما در کسافتکاری که اطراف اون عراق و ارشاد اون و پاکستان و اون افغانستان هستن امروز و دیروزش نباید این به اتفاق برای مملکت ما بیفته مملکت ما نخواهد مذاکره موافق هستید هزار در هزار خیلی متشکرم مذاکره مذاکره و مذاکره خیلی متشکرم مقدسی زایده شرکت تون در مقدسی دیگر قربون شما خیلی خیلی خوشحالم از